سیاست‌های استراتژیک می‌باشد. استیو کلیمنس، مدیر برنامه‌های استراتژیک آمریکا، نیز در مصاحبه با تلویزیون الهوره گفت ایالات متحده و بایدن تلاش کردند فشار بیاورند که رهبران سیاسی از منافع خود کوتاه بیایند. وی گفت شورای ملی سیاست‌های استراتژیک جایگاه حساسی است و ما خواهیم دید که آیا با علاوه این شورا به حاکمیت و منصب مهمی منجر می شود؟ در حالی که برخی از پارلمانترها احتمال دادن تشکیل شورای ملی سیاست‌های استراتژیک در دستور روز یکشنبه قرار گیرد، علی نصیب از رهبران العراقیه بلحرده گفت بارزانی و مالکی و علاوی وعده دادند که شورای ملی سیاست‌های استراتژیکی که از اختیاراتی گسترده و از قدرت اجرایی مشابه شورای عالی قضایی برخوردار باشد به وی تعلق گیرد. باسم العوادی مشاور مطبوعاتی عمار حکیم نیز از حمایت مجدد مجلس اعلی از منصب علاوی خبر داد و گفت مجلس اعلی از ریاست شورای ملی سیاست‌های استراتژیک توسط عیاد علاوی حمایت می‌کند. به موازات این تحولات، ارهارد کولچینگ، وزیر کشور آلمان گفت دولت مالکی توان حفاظت از مسیحیان را ندارد و از دولت آلمان خواست که به 2500 مسیحی عراق پناهندگی بدهد. تلویزیون شرقیه گفت وزیر کشور آلمان متعهد شد جدای از هر گونه تصمیمی که اتحادیه اروپا در این رابطه داشته باشد، تلاش کند مسیحیان بتوانند فوراً در آلمان پناهندگی بگیرند. جفری فلتمن، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، هشدار داد بی‌ثباتی در عراق به تهدید امنیت ملی آمریکا و ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد. وی گفت عراق در وضعیتی نیست که بدون کمک دائم ما بتواند تضادهایش را حل کند و در زمینه استراتژیکی پیشرفت حاصل نماید. اگر مشکلاتی که عراق با آنها روبروست حل نشوند، ممکن است تأثیراتی قوی بر امنیت ملی ما بگذارد و عراقی ضعیف و بی‌ثبات ممکن است پناهگاه امنی برای تروریست‌ها شود و به ابزاری در دست همسایگان خود تبدیل گردد و ناامنی و بی‌ثبات